به زنانی فکر می کنم که در این گونه شرایط از امکاناتی که من از آنها بهره مند بودم محروم ماندند. دلم برایشان می سوزد. دلم برای این سه موجود هم می سوزد که تا این اندازه به خاطر من از زندگی روزمره و طبیعی خود غافل ماندند. نباید بگذارم زحماتشان بیهوده هدر رود. میخواهم برای آنها زنده بمانم و در حالی که سعی میکنم از ریزش اشک های شور بر گونه های خشکم ممانعت کنم با خود میگویم تسلیم نباید شد. باید زنده بمانم و در دل این سروده را زمزمه میکنم. شما اشک هایم مبادا ببارید، مبادا ببارید بر شور زاران، مبادا شکنجی دل کفترانم. مرا آرزوها هزاران هزاران. صدای قدمهای سنگین فصلی به گوش آمد از آستانم. مگر موسم رعد و برق است و باران که ابری گره بسته در آسمانم؟ ولی اشکهایم مبادا ببارید، مبادا، مبادا. خانمها، آقایان، با سلام عرض ادب میکنم. آنچه را که براتون خوندم قسمتی بود از یک کتابی که اخیراً منتشر شده و به دست من ناشرش داد که مطالعه بکنم. این قسمتی از اون کتابه که دلم رو به درد آورد. دردی جانگاه که مردها کمتر اون رو حس میکنند، دردی که مردها هم باید اون رو حس بکنند. نوشته یک بانوست به دخترانش در زمانی که طبیعت با او قهر کرده و زندگی سختی رو براش به وجود آورده و در تلاشه، ولی به دخترانش که نگاه میکنه اشکش سرازیر میشه و آرزوهاشو در این شعر که با این قدرت گفته شده بود میگنجونه. شعر بسیار 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 پشتوانه خوبی داره و قوی است. شعر رو بعداً از خود شاعر میخوام که یک بار دیگه برام بخونه. ولی اون چیزی که میخوام الان خدمتتون عرض بکنم شاید باید آخر برنامه بگم، ولی اول برنامه میگم. کتابی رو که خوندم که اسمش بازگشته، این کتاب رو من فکر میکنم تمام انسانهایی که در خانه خودشون، آشنای خودشون کسی رو دارن که درگیر مرض قرن سرطان شده باید بخونن، برای اینکه خیلی خیلی آرام و راحت بهشون میگه که اون شخصیت چه دردی میگشه، چه درد جانگاهی رو تحمل میکنه، به کجا میره و چگونه زندگی میکنه. در یک روال سلیس و ساکت این کتاب رو تمام شوهرانی که همسرانشان سرطان پستان میگیرند باید بخونند. تمام بچه هایی که مادر و یا خواهرشون به این درد گرفتار میشن، تمام فامیلی که در فامیلشون کسی رو دارن که این درد بهشون میرسه. این درد دردی نیست که حتما زنی باید بچه داشته باشه و بزرگ باشه. من اخیراً داشتم فیلمی رو ادیت میکردم، در توی ادیت متوجه شدم یک دختر 17 ساله به این درد مبتلا شده. درد قرنه، چاره ای نداریم و باید باش بسازیم. کتاب بازگشت مجموعه داستان‌هایی است که خانم نوشین معینی کرمانشاهی نوشتند. خانم نوشین معینی کرمانشاهی منتقد نویسنده هستند در این شهر و بسیار بسیار خوب با قلم آشنا هستند. چرا؟ برای اینکه در خانواده قلم به دنیا اومده و بعد خودش هم شرایط زندگیش طوری بوده که بهش علاقه‌مند شده. از او چند سال پیش کتابی رو خوندم به نام رسولان رنگ. رسولان رنگ چاپ دومش هم در ایران چاپ شده و به بازار اومده. در توی این چاپ عکس‌های رنگی هم بهش اضافه شده. رسولان رنگ نگاهی میکنه به آثار ونگو، پابلو پیکاسو و مارک شاگال.
کتاب بسیار بسیار خوبی است، کسی که به هنر علاقه داره و نقاشی مخصوصا، برای اینکه بدونید اینها چه شکلی زندگی کردن. این کتاب خلاصه است که بخونه خیلی دست بهش میده. من خودم از این کتاب بهره گیری کردم. سخن رو کوتاه میکنم، مقدمم رو تمام میکنم و خدمتتون عرض میکنم که امشب در استودیو یا در این برنامه بهتره بگم خوشحال هستم که در خدمت خانم نوشین معینی کرمانشاهی هستم. خانم کرمانشاهی سلام. سلام عرض میکنم. حالا شما که خوبه انشالله. خیلی ممنون. انشالله از مقدمه‌ای که گفتم راضی بودید. بله، برنامه شماست و اونجوری که دوست داریم باید اجرا کنیم. ببین آخه دوست داری یه چیزه و من دارم با یه حرفه‌ای صحبت میکنم، حرفه‌ای که توی کار نگارش هستش و دستی به قلم داره. من نمیتونم فقط به دوست داشتن و عاشق بودن و دلم میخواد بپردازم. آدم خیلی کارا ممکن دلش بخواد، ولی در جوامع، در مکانهای عمومی، در میدیا، در مجلات و روزنامه ها نمیتونه فقط به این که دلم میخواد بپردازه. درسته؟ بله درسته. حالا که خودت عنوان کردی بگو، نویسندگان، مجریان برنامه ها، اون کسانی که در خودشون آنچنان بزرگ بینی میبینن که همه چیز رو بر مسیر دل خودشون میخوان رفتار کنن، چی میتونیم بگی؟ چی میتونی صحبت بکنی؟ چه نه منتقدی؟ نقدشون چشمونه میکنی؟ خب اونهایی که بزرگ بینی میکنن که خب نمیشه اصلا نقد کرد، به خاطر اینکه اونا در یک رده دیگه قرار دارن. ولی کار من نقد هنره، باید هنری وجود داشته باشه که بشه ازش تعریف کرد یا جاهایی به اشکالاتش اشاره کرد. بنابراین من فقط با اون گروه کار دارم و سعی میکنم که در مورد اونها کارمو انجام بدم و بنویسم. شما به نقد آثار شاگال، ونگو و پیکاسو نپرداختید، بلکه زندگانی نامه‌شون رو نوشتید و این رو با تحقیق کردید، از جاهای مختلف به وجود آوردید. در زندگی این سه مرد چه چیز درخشانی رو دیدید که فکر کردید که باید به این صورت اینها پلوی هم دیگه بیان و با هم باشن؟ من هر کاری که میکنم خیلی اتفاقیه، یعنی یک برنامه پیشبینی شده نیست. یک تحقیقی داشتم در مورد ونگو میکردم، چون یکی از نقاشان مورد علاقمه و همینطور که پیش رفتم خب باید کتابای بسیاری رو میخوندم. ما متاسفانه در ایران از آثار هنرمندا نه ترجمه های زیادی داریم و نه تحقیق زیادی داریم، به خصوص هنرمندانی که ایرانی نیستند و به خصوص در مورد هنرهای تجسمی. من این تحقیق رو انجام دادم و بعد همینطور که داشتم این کار رو انجام میدادم به فکرم رسید که چطوری که مسیر هنر مدرن رو، نقاشی مدرن رو من یک مروری بکنم. و خب به نظر من ونگو قدم‌های بسیار بزرگی در این مسیر برداشت و به طور کلی نقاشی زمان خودش رو با اون ضرباهنگ‌های خیلی سریع و غلیظ رنگ عوض کرد. و بعد پیکاسو آمد و به طور کلی ساختار شکنی کرد و اون هم یک تحول دیگری در هنرهای تجسمی پدید آورد. و شاگال آمد و اینا رو با هم دیگه ادغام کرد، به اضافه اینکه سنت‌های خودش و اون حسای مذهبیش رو در یک قالب مدرن بیان کرد. بنابراین یک مسیری رو جستجو کردن، بررسی کردن و بعد در این مسیر خب مسلماً زندگی اینا نقش مهمی داشت که اینها از چه جایی به کجا رسیدن و چه حرکتهایی کردن و اینو من نوشتم. قصد چاپشم به اون صورت نداشتم، خوشبختانه یک شرایطی پیش آمد که این کتاب در ایران چاپ شد و خیلی خوشحالم که امروز به چاپ دوم رسید. این کتاب آیا در لس آنجلس هم هست و یا نه؟
این کتاب هنوز در لس آنجلس نیست چون تازه در ایران چاپ شده، اما من فکر میکنم عجیبه خلیلی هنوز نیاوردنش. شرکت کتاب گمان میکنم که سفارش میده. و در مورد رسولان رنگ صحبت میکردیم و اثری از خانم نوشین معینی کرمانشاهی که نگاهی کرده به آثار ونسان ونگو، پابلو پیکاسو و مارک شاگال. با اجازتون میریم به آگهی‌های تجارتی و بعد برمیگردیم. تمام برنامه امروز رو در خدمت خانم معینی کرمانشاهی خواهم بود. خواهش میکنم. سال هاست که در لحظه های من جریان دارد. سال هاست که دوستش دارم، چرا که آزاده است، وارسته است، شاعر است. بانو سیمین بهبهانی را میگویم، شاعر زندگی را، با نگاهی انسانی و زبانی غنی، منصف و صمیمی که از زخم لحظه پرده برمی‌دارد و تکه پاره های جان شیدایش را پیشکش آن زخم و این لحظه می‌کند. در ازای هیچ، زن، زن عام، نه زن مسلمان، زن ایرانی، زن یهودی، زن مسیحی، زن بهائی، زن زرتشتی و تمام زنان عالم باشند، خواه مذهبی داشته باشند و خواه نداشته باشند. او هیچ نمی‌خواهد. این همه به ما و به حیثیت زبان و ادبیات ما می افزاید و باز هیچ نمی خواهد. همه کس و همه چیز را به شعرش راه می دهد. از خصوصی ترین تجربه های زندگی خودش در کودکی، در عشق، در شکست و در خستگی و دلتنگی و ناامیدی تا گسترده ترین مسائل اجتماعی سیاسی پیرامونش، و این همه را به صورت تجربه های عمومی بیان می کند. گویی که از خیشتن خیش گذشته و به خیشتن ما، خیشتن همه ما دست یافته است. و برای همین است که نه فقط در زمان خودش که تا همیشه بودن، شعر سیمین بانو را می شود که زیست. و این یادگار هدیه من است به همه آنها که شعر او را زیستند. سهراب اخوان. دوباره می سازمت وطن، ستون به سقف تو می زنم. صدای دیروز و هنوز، فریدون فرهندوز. بنگرز جهان چه طرف بربستم؟ هیچ. بس حاصل عمر چیست در دستم؟ هیچ. شمع طربم ولی چو بنشستم؟ هیچ. من جام جمم ولی چو بشکستم؟ هیچ. 7000 سالگان، ترانه های خیام، برگرفته از پژوهش صادق هدایت، همراه با موسیقی محمد رضا علیقلی. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرف معما نه تو خانی و نه من، هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. فریدون فرهندوز، 7000 سالگان، در 2 CD هدیه فیلم اکس میدیا. تلفن 818-988-4422. خروشی داردن در سر هر آن کس کو سری دارد، ولی بنشسته بر آتش خروش دیگری دارد. نه پدر مدرسه ام داد و نه استادی درس، استاد سخنم گوش به اعجاز کنید. 30 سال از زندگانیش در بی حاصلی گذشت. 30 سال بی خبری، 30 سال بیهودگی. یغمای نیشابوری که بود
و چه عاملی سبب شد تا خشتمالی بی سواد صاحب دیوان و دفتر شد؟ فقط از طریق فیلمکس میدیا. سلام شازده کوچولو. وای شما ها چقدر قشنگی. شازده کوچولو داستانی خیالانگیز و شاعرانه است که به یادمان می آورد چقدر آدم ها مانده اند بی دوست. این آدم بزرگا راستی راستی چقدر عجیبه. حرف های شازده کوچولو رویای مشترک همه ی انسان هاست. شازده کوچولو اثر آنتوان دو سن اگزوپری است و سوی یونسکو عنوان سومین داستان محبوب جهان لقب گرفته. به 150 زبان ترجمه و بیش از 80 میلیون نسخه آن فروش رفته است. سهراب اخوان با همکاری گویندگان برتر و با تجربه ایرانی این داستان را به زبان فارسی به صورت نمایشنامه شنیداری به مدت 150 دقیقه بر روی دو سیدی ضبط و به انضمام دفترچه نقاشی های شازده کوچولو تقدیم می کند. شازده کوچولو بهترین هدیه برای کودکان 9 تا 99 ساله است و بهترین همراه شما در اتومبیل در سفرهای طولانی. برای تهیه این اثر با ارزش و خاطره انگیز به فیلم اکس میدیا مراجعه فرمایید. تلفن 818-988-4422. شازده کوچولو دوست شماست. عرض ادب مجددی دارم و در خدمت خانم نوشین معینی کرمانشاهی نویسنده و منتقد هستیم. خانم نوشین معینی کرمانشاهی حدود چند سال میشه که در جوانان مقاله می نویسید؟ شش سال. شش ساله که در مجله وزین جوانان مقالاتی رو می نویسند. در روزهای اولی که مقاله رو می نوشتید به نام هنوز روی دیوارها جایی برای تابلو نقاشی هست. روی دیوارهای دنیا برای تابلو جا هست. برای تابلو جا هست بودش. ولی الان دیگه اون تیتر رو برداشتید. چرا؟ من با گفتگو در مورد هنرهای تجسمی آغاز کردم و اولین مقاله‌ای که نوشتم از سهراب سپهری که نامه‌ای نوشته بود به احمد رضا احمدی این عنوان رو وام گرفتم و گذاشتم روی پیشونی مقاله هم. بعد از چند سال تصمیم گرفتم که در مورد هنرهای دیگری هم غیر از هنرهای تجسمی بنویسم. بنابراین این عنوان دیگه نمیتونست در مورد شعر یا سینما کار بکنه یا در مورد تئاتر. بنابراین این عنوان رو برداشتم و حالا مقاله هم جنبه کلی تری پیدا کردم. من تعجب میکنم که میگی این عنوان نمیخورد به شعر و مقولات دیگه، در حالی که میبینم که در کتابی که شما چاپ کردید که گزیده همین مقاله هایی هستش که در 6 سال گذشته نوشتین، در جایی طرح‌های فرانسیسکو گویا رو به صورت تصویر در شعرهای سیمین بهبهانی می‌بینی و اونا رو با هم مقایسه می‌کنی. بله این اتفاق افتاده و من یک تجانسی بین کارهای سیمین بهبهانی، کارهای 20 و چند ساله اخیرش البته، با کار فرانسیسکو گویا میبینم، چون در مورد گویا هم مطالعات زیادی داشتم و شعر سیمین را هم بسیار دوست دارم. با مطالعه در این دو زمینه احساس کردم که این دو هنر خیلی شبیه هم دیگه هستن. اما یه موقع هم در مورد سینما مینویسم که اصلا ربطی به تابلو نداره، بنابراین اون عنوان یه مقدار مسئله ساز بود. البته مقاله های من با اون عنوان مشهور شدند. در حال من فکر میکنم که مقاله های شما هنوز جا داره که روش نوشته بشه. هنوز روی دیوارهای دنیا جایی برای تابلو هست. من اون رو خیلی میپسندیدم. بله. و این الان که مجله جوانان رو باز میکنم، شاید آقای زوکایی به حرف این خانم گوش نده، اون همون تیت قدیمی رو بگذار، خواهش میکنم. خب من در مورد صفحه خودم تصمیم میگیرم البته. واو. برمیگردیم به خانم معینی کرمانشاهی.
حاصل 6 سال مقاله نویسی در مجله جوانان رو بعضی مقالات رو انتخاب کردید و در مجموعه تحت عنوان برگزیده مقاله ها چاپ کردید. مقاله هایی که برگزیده بوده چه محسناتی داشته و به چه علت اومده توی این کتاب قطور؟ خب من که نمیتونستم همه اونا رو چاپ بکنم. تقریبا 300 مقاله بودن. بعضی ها از ذهن کامپیوتر پاک شده بودن و هیچ نمونه ای نداشتم براشون. متاسفانه به دلیل از این خونه به اون خونه رفتن هم بعضی از مجله ها رو در اختیار نداشتم، اما احساس کردم که این مقاله ها بهترین مقاله های منن از نظر فرمی که نوشته بودم، چون من به فرم و به کلمات خیلی عقیده دارم و اون چیزی رو که بازگو میکنم اینا رو انتخاب کردم و گذاشتم توی این مجموعه. آیا هیچ کدوم از این مقاله ها فرم بازرگانی هم داره؟ به علت تجارتی نوشته شده یا فقط نقد و دیدگاه شخصی خود شماست؟ اصلا من اصلا با اون فرم تجارتی به هیچ عنوان نه آشنایی دارم و نه بهش اهمیت میدم، به خاطر اینکه اگر فرمی تجارتی بشه بعد اونه که راه برنده شماست نه فکر شما. به همین دلیل نه، هیچ کدوم از مقاله های من به دلیلی، ممکنه که کسی منو دعوت بکنه به نمایشگاهی، خب من به اون دعوت میرم یا کتابی رو برای من بفرستید و تعریف بیجا نمی‌کنید، نقد خودتون رو درست انجام. بله من اتفاقا بعضی وقتا هم بعضی چیزایی که می‌نویسم ایجاد مشکل هم می‌کنه، چون اون شاید اون کسی که منو دعوت کرده خیلی خوشش نمیاد از حرفی که می‌زنم، اما خب من بدون قصد بدون هیچ نوع حب و بغضی با کسی که دارم ازش می‌نویسم روبرو میشم. این گفتی مشکل، چه مشکلاتی مثلا ممکنه برای یک منتقد باشه، کسانی که راضی نیستن از نقدی که میکنی؟ خب ببینین این مقاله خیلی طولانی خواهد بود و هر چقدر دلت میخواد صحبت بکنی خواهش میکنم. نه نمیخوام زیاد سرتون رو درد بیارم. ببینیم، جامعه ما با نقد به طور کلی هنوز بیگانه است و عادت داره به تعریف و اگر تکذیبی میشنوه یا از طرف دشمنه یا از طرف حسوده، به طور کلی از دوست تکذیب نمیشنوه. مشکل اینجاست. اما من احساس میکنم که ما باید یه مقدار از این پوسته خودمون بیرون بیایم و یه مقدار پذیرنده تر باشیم در مورد اون چیزهایی که اگر کسی بدون هوب و بغض، بدون نظر، بدون مشکل شخصی داره مطرح میکنه و خب میگه که خانم آقا شما این کارتون بسیار زیباست از این جهت، از این جهت، از این جهت، اینجا ضعیفه. خب این نباید مشکلی ایجاد بکنه که میکنه هنوز و دلیلم داره، به خاطر اینکه میگم مردم ما هنوز با نقد اون آشنایی که باید پیدا نکردن. خطرناکترین، بدترین واکنشی که در این مورد مشکلات دیدی چی بوده؟ تلفن فحش یا دیگه دشمنی های بالا؟ نه بذارین به اونجا نپردازیم، برای اینکه فکر نمی کنم کسانی هم که ناراحت شدن ناراحتیشون احتمالاً کاذب بوده و موقت و بعد خودشون متوجه بعدن متوجه شدن. من در توی این مقالات که دارم میبینم، اولا چقدر خوشحالم که دیدم که اولین مقاله رو اختصاص دادید به جناب رحیم معینی کرمانشاهی، نقاش، ترانه‌سرا و شاعر قرنمون، پدر نازنینت. کجاست بابا؟ بابا ایران هستن، سلام بهشون میکنم، امیدوارم سلامت باشن. من این کتاب رو به پدرم تقدیم کردم. بله. برای اینکه فکر کردم که حاصل این 6 سال رو، حاصل 6 سال هفته ای یک بار مقاله نوشتن و چند روز جستجو کردن و تحقیق رو باید بهشون تقدیم بکنم، چون
خیلی بهشون مدیونم به هر حال و خیلی بهشون احترام میذارم. استادن دیگه. علاوه بر اینکه استاد هستن، انسان بسیار فریخته و نازنینی هستن و انسان‌ها در جوار ایشون در هر لحظه‌ای کسب فیض می‌کنن، کما اینکه من بارها این شانس رو داشتم و هیچ وقت از بودن در محضرشون سیر نشدم. جمله اولی که می‌بینم قلم دلاوری کو سخنی دلی، این شعر رو بخون برام، شعر باباست. دلم می‌خواد نوشین معینی کرمانشاهی شعر پدرش رو که من هیچ آمادگیش الان ندارم بخونم بخونه برام. قلم دلاوری کو سخنی دلیر دارم، سر بیقرار آهو دل گرم شیر دارم. به من ار جهان بتازد، نه من آن که خود ببازد، که نظر به عرش و فرشی نه زبر نه زیر دارم. به چه آشیان دهم دل که چو هدهد بیابان، بگریزم از نسیمی چو پرس حریر دارم. به زمان ناشریفان به چه درگه هم سپاسی، نه زبان اسیر مزدی نه قلم اجیر دارم. ز نخست روز درکم که به خویشتن رسیدم، به مقال و مقام و مال گفتم دل و چشم سیر. به کلام من نظر کن، ز معانیش خطر کن، که به هر خطی ز دفتر غزلی خطیر دارم. به شکارگاه انسان شده ام هدف ز هر سو، چه ز تیرها بگویم دل چون حسیر دارم. ز سروشگاه فطرت چه بشارت از تو بر من، نه تو آن بشر شناسی نه من آن بشیر دارم. اگر از در نشاطی نپذیردم زمانی، به فراخی زمانها غم دلپذیر دارم. چو به مسندی رسیدی، به حباب پشتگاهت، ز دو چشم من نظر کن که نگاه پیر دارم. ز دل هزار تویم چه نویسم و چه گویم، نه تو آن فسانه خوانی نه من آن دبیر دارم. به جهان چرا کنم رو که به بازیم بگیرد، نه عمو امیر بود و نه پدر وزیر دارم. صدای دیروز و هنوز، فریدون فرهندوز. ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، وین یک دم عمر را غنیمت شماریم. فردا که از این دیر کهن درگذریم، با 7000 سالگان سر به سریم. 7000 سالگان، ترانه های خیام، برگرفته از پژوهش صادق هدایت، همراه با موسیقی محمد رضا علی قلی. تا دست به اتفاق بر هم نزنیم، پاییز نشاط بر سر غم نزنیم. خیزیم و دمی زنیم پیش از دم صبح، کاین صبح بسی دمد که ما دم نزنیم. فریدون فرهندوز، 7000 سالگان، در 2 CD هدیه فیلم اکس میدیا. تلفن 818-988-4422. سوء استفاده از کلام خدا یا خاورمیانه در کوران بنیادگرایی، نوشته دکتر مصطفی دانش. دکتر مصطفی دانش ژورنالیست برجسته ایرانی در سطح بین الملل. دکتر مصطفی دانش در 30 سال گذشته بیش از 70 بار به افغانستان سفر کرده و اکثر شخصیت‌های افغان را شخصاً می‌شناسد. دکتر مصطفی دانش با اکثر شخصیت‌های جهانی مصاحبه داشته است. دکتر مصطفی دانش حاصل تجربیات 30 سال خبرنگاری خود را در کتاب سوء استفاده از کلام خدا به رشته تحریر درآورده است.
سوء استفاده از کلام خدا صدای افغان است. برای سفارش کتاب به فیلم اکس میدیا مراجعه فرمایید. filmexmedia.com، تلفن 818-988-4422. در خدمت خانم نوشین معینی کرمانشاهی هستم و راجع به آثاری که دو کتابی که اخیراً بیرون دادن داریم صحبت میکنیم. یکی از کتاب‌ها برگزیده مقالاتی هستش که ایشون در مجله جوانان نوشته بودن و اون رو قسمت اولش رو داشتیم صحبت میکردیم و آغاز این مقالات رو هم به پدر آقای رحیم معینی کرمانشاهی اختصاص داده بودن که شعر ایشون رو داشتن میخوندن و متاسفانه کامپیوتر کراش کرد. خانم کرمانشاهی، سورئالیسم و فریدا کالوا، شما به فریدا کالوا خیلی علاقه دارید، حتی در توی مجله جوانان دیدم که به طور مسلسل یکی از کتاب‌هایی که راجع به ایشون نوشتید و هنوز چاپ نکردید رو چاپ می‌کنید. می‌تونید راجع به فریدا یه خورده بازمون صحبت بکنید و اصلا بگی که گرایش شما به ایشون واسه چیه؟ من قسمت هایی از کتابی رو که قرار منتشر بشه در مجله جوانان منتشر کردم، به دلیل اینکه یه مدت کوتاهی مسافرت بودم و نمیتونستم مقاله های مستمر بنویسم، بنابراین اونا رو جایگزین کردم که خیلی هم با استقبال روبرو شد. علت این که من فریدا کالو رو دوست دارم و انتخاب کردم به عنوان یه شخصیت، فریدا کالو یا کاله؟ کالو. کالو. بچه‌ای که فریدا کالو. کالو. یک زن مکزیکی که نقاشی‌هاش از دهه 80 میلادی در حقیقت مطرح شدن، با اینکه از قبل مردم آشنا به هنر میشناختنش، ولی مردم عادی اصلا از این زن بیخبر بودن و از دهه 80 بعد از اینکه یک بایوگرافی از این زن نوشته شد در آمریکا و بعد از اینکه مسئله فمینیسم خیلی در آمریکا مطرح شد و مرتب در موردش تبلیغ میشد، خانومی به نام هایدن هررا یک بایوگرافی خیلی خیلی مفصل در مورد فریدا کالو نوشت که البته این بایوگرافی به نظر من با مقایسه که با دیگر کتابا کردم جاهایی به نظر من اشکال داشت و کذب بود. من فکر کردم که خب مردم فارسی زبان ما اگر با انگلیسی یا با زبانهای دیگری آشنایی ندارن، بد نیست که در مورد این شخصیت هم بدونن و بعد مطالعات بیشتری در موردش کردم. من سال 86 با نام این زن آشنا شدم و با کارهاش در یادم کتاب فروشی بوردرز در پورتلند اورگان. من ساعتایی که کار نمی کردم، تعطیلیم بود، می رفتم اونجا و کتابای هنری رو بررسی میکردم، با اون آشنا شدم. بعد شروع کردم به خوندن کتاب‌ها. در زمانی که من این کتاب رو نوشتم 62 عنوان در مورد فریدا کالو نوشته شده بود، ولی الان مطمئناً خیلی خیلی بیشتر از این هاست و مرتب هم دارن راجبش می‌نویسن. خب از نظر من یه آدم جذابیه، هم کارش و هم وجود خودش، برای اینکه آدم بسیار فعالی بوده با تمام ناتوانی‌ها و مشکلات جسمی که داشته. فعالیتاش در زمینه اجتماعی و هنری و حتی سیاسی خیلی وسیع بوده و بعد نقاشی‌هاش عجیب قصه حالش رو، قصه خودش رو بیان می‌کنه و بعد از ونگو شاید بشه گفت که بالاترین تعداد خودچهره نگاری ها یعنی سلف پورتریت مال فریدا کالو بود. من داشتم الان تیتر کتاب رو، چند تا مقاله رو چاپ کردید در این مجموعه؟ پنجاه تا. پنجاه تا که نام کردم
با توجه به صحبتهایی که همیشه با شما میشه و شما از هنرمندان خارجی نام میبرید و یه مقداری مطرح میکنید، ولی میبینم در اینجا خیلی 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 از هنرمندان و نویسندگان و شعرها و نقاشای ایرانی رو اینجا داریم و خیلی هم جالبه که میبینم که شاعر نقاش یا نقاش شاعر راجب سهراب سپهری نوشتید و در مورد هیچ خیامواره های پرویز تناولی نوشتین. خیامواره های پرویز تناولی یعنی قفل های هیچ و فرم های هیچی درست میکنه، چون منصوبش کردید به خیام. بله، به خاطر اشعاری که در حال این کتاب شما کتابی است که بسیار بسیار جالبه، چون من مقاله هاش بسیارش خوندم. الان که نگاه میکنم میبینم چقدر خوبه که این در دسترس آدم باشه، هر وقت آدم حتی 10 دقیقه هم وقت داره یه مقاله داره که بخونه و چیز یاد بگیره. من اصولا با کسانی که کاری میکنن که چیزی رو به کسی دیگر یاد میدن و بهره ای داده میشه خیلی خیلی خوشحالم. یه سوال دیگه هم راجع به مقاله هاتون، برگزی مقاله هاتون مطرح میکنم و بعد میریم به کتاب اصلیتون. در برگزیده مقاله ها مثلا شما به لئوناردو داوینچی 2 صفحه فقط اختصاص دادید، ولی آدم هایی هم هستند که در مقایسه با لئوناردو داوینچی دارای اون اهمیت حیاتی نیستند، ولی صفحات بیشمارتریه، بیشتریه. چرا؟ ببینید، لئوناردو داوینچی از نظر من یکی از واقعاً رسولان هنره. یعنی یکی از نوابق، اگر نتونیم بگیم نذاریمش در درجه اول، ولی یکی از نوابق عجیب و غریب تاریخ یاست و تاریخ. کسی که در زمان خودش خدمتایی که به جوامعش کردش اصلا امروز ما نتیجه‌هاشو داریم می‌بینیم. مسئله اینه که لئوناردو داوینچی به اندازه کافی راجبش گفته شده. و خب همه میدونن لئوناردو داوینچی کی بوده، چی بوده، چه کاره بوده، چه کارهایی کرده، چه نقاشی‌هایی ازش هست. اما اتفاقا لیلی شمس به من زنگ زد و گفت که اینی که شما منم گذاشتین تو این کتاب خوشحالم، به خاطر اینکه خب من یه هنرمند ناشناسم. من اتفاقا دلم میخواد که کسانی رو که آنچنان نام ندارن و مردم به اون صورت نمیشناسنشون، نه اینکه نام ندارن از نظر خدای نکرده کوچکشون نمیخوام بکنم، ولی نامشون زیاد مطرح نبوده، زیاد به گوش نیامده و یک گوشه نشستن. مثلا من در مورد یک نقاش امریکایی که در پورتلند اورگان با کارهاش آشنا شدم نوشتم. نامی هم آنچنان نداره، ولی خب کارهایی داره میکنه و در یکی دو تا گالری هست. بنابراین خیلی استثناء نخواستم بذارم بین هنرمندا و اونی رو که به دلم نشسته انتخاب کردم و راجبش نوشتم. من از اول برنامه تا الان در مورد کارهای شماست که صحبت کردم. در قسمت اول شرح حال نویسی بودش راجب ونگو و شاگال و پیکاسو، بعد اومدیم به مقاله هاتون که مقاله ها و انتقاد ها و نقد نویسیه دیدیم، و بعد آخرین مقوله رو که میخوام صحبت بکنم داستان نویسیه که کردیم. حالا در این شرح حال نویسی، مقاله نویسی، داستان نویسی، یک نویسنده که به هر سه اینها میپردازه چگونه باید اینها رو از همدیگه منفک بکنه؟ چه المان هایی باید در هر کدوم اینها باشه که در حد خودش کامل باشه؟ من قبل از اینکه بایوگرافی نویسی بکنم یا مقاله نویسی بکنم داستان نویسی میکردم. البته چون یه مقدارم یاد گرفتم که سختگیر باشم، این داستان‌ها رو دیر شروع کردم. البته من فرم و محتوا و روش نگارش رو بیشتر می‌خواستم سوال کنم. منظورم این نبودش که خدا نکرده بگم که شما اول با اون کار شروع کردید بعد به این کار پرداختین. نه، همین رو می‌خوام اتفاقا برسم بهش. که وقتی که داستان نویسی رو شروع کردم، خب اول
مثل یه آدمی که داره یه داستانی رو تعریف میکنه شروع کردم. خب این خیلی خیلی هم طبیعیه که یه کسی که تجربه آنچنانی نداره اول اینجوری شروع کنه. بعد یواش یواش بعد از اینکه داستانهای متعدد نوشتم، دور ریختم، پاره کردم، یواش یواش یک فرمهایی دستگیرم شد. البته باید بگم من مدرک کلاسیک در هیچ زمینه ای ندارم. اما همیشه طلبه بودم برای آموختن. با نثر ادبیات منصور اروپا خیلی خیلی خوب آشنام، با ادبیات منصور کشورهای آمریکای جنوبی خیلی خوب آشنام، و با ادب همینطور مال خودمون. بعد از اینکه من ادبیات منصور رو زیاد خوندم، بعد یواش یواش به شعر پرداختم و شعر رو شروع کردم مطالعه کردم. و از کودکی هم خب نقاشی هم میکردم، بنابراین در کنارش نقاشی هم بود. بله، نقاشی بزرگ شما. این نقاشی رو خواهش میکنم در کلوزآپ نشون بدیم ببینید. بله، این نقاشی که روی این جلد کتاب هستش نقاشی خود خانم نوشین معینی کرمانشاهی. این مال سالها پیشه. خیلی سالا پیش. خیلی. چند سالتون بوده؟ 28 سال پیش تقریبا، 27 یا 8 سال پیش. بله، میفرمایید. بله. بعد از اینکه یه نفر زیاد مینویسه، یواش یواش فرم به دستش میاد. و اگر هم خوب مطالعه زیاد کرده باشه و با فرم‌های گوناگون آشنایی داشته باشه، خب راحت‌تر میتونه فرم خودش رو انتخاب بکنه، دیولپ بکنه و به وجود بیاره. در یکی از این داستان‌ها، من داستانامو گاهی برای بچه‌هام میخونم، چون متأسفانه اونها فارسی نمیتونن بخونن و خیلی هم اصرار دارن که من اینا رو روی تیپ بذارم. چه نمی کنی؟ کتاب هویا بکنید اینا رو. شما صداتون هم خوبه و الان من میدیدم شعر رو که میخوندید و تیکه هایی رو میخونید خیلی خوبه. به هر حال من برای دخترم یکی از اینا رو که خوندم، بچه های من خیلی به سینما علاقه مندن مثل مادرشون. خود من یکی از عاشقان سینما هستم. میخوندم، دخترم برگشت بهم گفت که چقدر شبیه فرم کار آلتمنه، سینماگر آمریکایی که یه فرم خاص داره در بیان داستانش، در بیان حکایتش. داستان مهمانیتون. مهمانی، بله. یادداشت کردم. بله، دقیقاً. به هر حال با اینکه فرمای گوناگون رو هم دارم تجربه میکنم، اما فکر میکنم که خیلی دور از هم نمیره. یعنی به نظر میاد که هم در مقاله نویسی و هم در داستان نویسی به هر حال زبان خودم رو مثل اینکه پیدا کردم. یعنی معتقد هستید که فرم نگارش خودتون چه در مقاله و چه در داستان فرمی است که عجینه با شما؟ بله. و شما باهاش مانوس هستید و اصولاً انتقادی یا آگاهی آکادمیکی درش نیستش، بلکه خودتون به وجود آوردینش. نه، ما خودمون به وجود نمیاریم. یعنی بخاطر فرمش ببینید. نه، ببینید، زبان میتونه زبان من باشه. آها. ولی فرم یه فرمهای مشخصیه. به هر حال نمیشه که من فرم رو، البته میتونم ابداع بکنم ولی هنوز به اون درجه فکر نمیکنم. من فکر کنم که اتفاقا کردید. ببینید، من دارم اینجا مته به خشخاش میگذارم برای اینکه میخواستم دقیقا همونجا برم. شما در بعضی از داستاناتون که من خوندم یک فرم سورئالیستی بی‌نظیر بهش دادید. من یه قصه ای رو رفتم توی وبسایت شما درآوردم. قصه ایست نوشتید، هنوز هیچ جام چاپش نکردید، درسته؟ به نام تهران. بله. خب تهران رو البته برای بررسی کتاب فرستادم. خب حالا ولی من توی وبسایت شما که دیدم اصلا همینطور موندم. این یه کار سورئالیستیه، این یه کار بی‌نظیره. تشابهی که شما زدید، نقبی که زدید، زندگی رو به تو صورتی که دیدین، چطور می‌خوای بگی که این کاری نیستش که من کردم؟ خب ببینین، من نمیتونم فرض بکنم که من یه کار بی نظیر انجام دادم یا یه فرم جدید ابداع کردم یا نمیدونم. اینا همه در ادبیات بوده تا به حال. این یک چیزی نیست که واقعا
ولی زبانی که من باهاش دارم حرف میزنم شاید خواسته خودمه. انتخاب واژه ها ابزاریه که به کار میگیرم. هیچ وقت دلم نمیخواد که به اون جاها بریم، برای اینکه هنوز نه. نه وقتی دنیای امروز میلان کندرا رو داره، وقتی گارسیا مارکز رو داره، من یه گوشه ای دارم ماست خودم میخورم. نه نه